از روزی که هواپیما به یک صنعت پردرآمد و تجملی در سطح بین‌المللی تبدیل شد، استفاده تبلیغاتی از این صنعت پرهزینه نیز به عنوان یک اسلحه ایدئولوژیک مد نظر گروه‌های مختلف سیاسی قرار گرفت. اولین حادثه هواپیما ربایی جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست. در این حادثه انقلابیون پرو یک هواپیمای فوکر را به تصرف خود درآوردند تا بدین وسیله از کشور فرار کنند. اولین هواپیما ربایی از ایران در تاریخ 31 خرداد ماه سال 1349 به وقوع پیوست که 3 نفر ایرانی در یک هواپیمای جت مسافربری هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. پس از پیروزی انقلاب، هواپیما ربایی از ایران در سالهای 58، 62، 63، 64، 65 و 68 تکرار شد. خب دشمن قبلا در بحث از خونم که کردستان، بحث از خونم که آذربایجان، بحث گنبد و خیلی جا اقداماتی کرده بود و جنگ را شروع کرده بود. از سال 63 یه حلقه اضافه شد به این زنجیره اقدامات دشمن، هواپیما ربایی. هواپیما ربایی به هر حال توی جامعه یا توی کشورها تأثیر زیادی داره، یعنی ناامنی اون کشور رو نشون میده. حالا دیگر هواپیما ربایی بیش از جنبه رهایی از یک نظام و فرار به سوی نظامی دیگر، جنبه ایدئولوژیک و امنیتی به خود گرفته بود. حضرت امام در اون مقطع به هر حال ربایی‌هایی که پشت سر هم انجام شدش اطمینان کرد که این مأموریت را به سپاه بده، اما سپاه به محض ورود به این کار شاید ابتدا با آموزش شروع نکرد. سپاه در حین مأموریت این را یاد گرفت. یادگیری ارزشش از آموزش هم بیشتر هستش. وضعیت ایران در مواجهه با این پدیده به مراتب بهتر از نقاط دیگر دنیا بود. ایران با استقرار سیستم متفاوتی از حراست و مراقبت از پرواز، نوعی متفاوت و بومی را به دنیا معرفی کرد. در این سیستم بخش اصلی امنیت پرواز روی زمین صورت می گرفت و بخش اندکی در آسمان، یعنی همین گیت ها و افراد سختگیری که به هر نوع وسیله فلزی موجود در لباس مسافرین واکنش نشان می دهند. در فرودگاه‌های اروپا یا در فرودگاه‌های آمریکا از اسکنرها استفاده می‌کنند، از پرتونگارها استفاده می‌کنند که موجب تحقیر انسان‌ها میشه یا موجب شأن و شونات یا اون کرامت انسانی را زیر سوال می‌بره. ما از نظر اخلاقی سعی می‌کنیم که یک امنیت با اخلاق را ارائه بدیم به مردم. در کنار این برخورد خوب را نیروهای امنیتی در فرودگاه ها جزو اصول اولیه خودشون قرار دادن و تاکید رو این داریم که برخورد خوب. برای همین هم خودمون را در معرض قضاوت مردم قرار دادیم، مسافرین قرار دادیم. از اون موقعی که در حقیقت از اون موقعی که این مسئله داعش رو اینا پیش اومده، من فکر میکنم که بیشتر ما خودمون، مثلا من وقتی میگردم بیشتر لذت میبرم. حتی مثلا اگه یه مقدارم با سهل انگاری بگردن خودم ناراحتم، میگم نه بریز بیرون، بار منو بریز بیرون، این کارو بکن، چون نگرانم که خب تو پرواز یه مسئله پیش نیاد. حالا خود من شخصا خیالم راحت، به نوعی خیالم راحته، چون میدونم کسایی که پشت این قضیه هستن از نیروهای امنیتی کار خودشون رو خوب انجام میدن. شما این همه تصادفات در کشور صورت، مثلا در کشور یا کشورها صورت میگیره، انقدر که یه هواپیما در مثلا شاخ آفریقا سقوط میکنه تاثیرگذار نیستش. اینها بسیار مهم هستش. بحث صنعت هوانوردی و بحث امنیت یکی از فاکتورهای مهم تمام فرودگاه های دنیاست. یعنی این شما تمام فرودگاه ها وقتی که میخوان یه فرودگاهی رو بسازن پیوست امنیتی باید داشته باشه. پیوست امنیتی که از مؤلف های اساسی صنعت هستش. وقتی هواپیما ربایی به عنوان یک معضل سیاسی، امنیتی و اجتماعی مطرح شد، طبیعتاً کشورهای بیشتری با حراس از این معضل درگیر شدند و منجر به تصویب کنوانسیون‌های متعددی در زمینه امنیت پرواز شد. اینجا لازم است تا واژه امنیت را از ایمنی جدا کنیم. ایمنی برای عدم سقوط هواپیما در اثر نقص‌های فنی است و امنیت برای عدم اتفاق‌های ناخوشایند مانند درگیری‌ها در پرواز، سقوط به خاطر عامل انسانی تروریست یا کسی که دچار جنون شده است.
هواپیما بیشتر بحث مباحث سیاسی هستش. خب بیشتر بحث اقتصادی نیست. در فرودگاه استانبول که چند وقت انفجار صورت گرفت، تمام صنعت هوایی اون کشور را در 80 استان تحت تاثیر قرار داد. اینها خیلی مهم هستش واسه همین. تصور کنید با خوشحالی بار سفر بسته اید و عازم یک سفر هستید. به موقع وارد فرودگاه می شوید و پس از طی مراحل لازم بر روی صندلی خود در هواپیما با آسودگی خاطر نشسته اید و هواپیما کم کم در آسمان اوج می گیرد. ناگهان شخصی وارد کابین خلبان شده با تهدید خلبان و یا در اختیار گرفتن هواپیما تغییر جهت و مسیر داده با هواپیما را با کلیه سرنشینان آن به ساختمان و مکانی که دارای اهمیت اداری و سیاسی است میکوبد و باعث کشته شدن تمامی سرنشینان هواپیما و بروز فاجعه‌ای وحشتناک میشود. به عبارت دیگر از این مسیر به عنوان بمبی متحرک و با قدرت تخریب بسیار زیاد استفاده می کند تا به اهداف مورد نظر خود یا گروهی که وابسته به آنهاست برسد. ببینید ما چه قبل از 11 سپتامبر چه بعدش اقداماتمون 100% انجام می دادیم، ولی در کشورهای دنیا شاید تا اون موقع یک مقداری این بحث را خیلی ساده تر گرفته بودن. ولی بعد از 11 سپتامبر شما برید کشورهای اروپا، وقتی میرید میبینید که در بعضی از فرودگاه‌هاشون الان حتی مسافرین ورودی هم بازرسی میکنن دوباره، یعنی چک امنیتی انجام میدن و خیلی از تجهیزات و امکانات و همین اسکنرهای بدننمایی که من خدمت شما عرض کردم که ما از نظر اخلاقی رد میکنیم در فرودگاه بعد از 11 سپتامبر به کارگیری شده. وقتی از هواپیما ربایی صحبت می کنیم طبیعتا نسل جوان ایرانی برای درک آن باید به فیلم ها رجوع کند. اما به خاطر ناامنی در کشورهای مختلف از 11 سپتامبر تا امروز اگر چرخی در خبرها بزنیم مفهوم ناامنی را به خوبی درک خواهیم کرد. 11 سپتامبر و مرگ چندین نفر در یک لحظه. حمله به فرودگاه آتاتورک استانبول توسط عوامل داعش با 36 کشته و بیش از 100 نفر زخمی. سقوط هواپیمای مسافری روسی با 224 سرنشین در صحرای سینا بر اثر انفجار بمب، ربایش هواپیمای مصری با 62 مسافر توسط یک مرد عاشق پیشه و تهدید به بمبگذاری در فرودگاه ژنو و تخلیه مسافرین. بعد از 5 دی ماه سال 1363 که حضرت امام رحمت الله علیه امنیت پرواز را بر دوش سپاه پاسداران گذاشتند، در صد وقوع این اتفاقات در ایران الحمدلله بسیار کم و تقریبا نزدیک به صفر است. ایران در این زمینه صاحب ثبت و دارای جایگاه خاصی در جهان است. شاید مردم تو بحث‌های من بحث‌های تحصیلاتی گله‌مندی داشته باشن، تو بحث‌های ایمنی، تو بحث‌های تحقیقاتی اینها، ولی مباحث امنیتی چه برادرانی که در سیستم‌های بازرسی امنیتی سپاه هستن، چه عزیزان ناجا هستن، چه برادران حراست که به شکل‌های دیگه ما رو پشتیبانی می‌کنند در بحث چک کترینگ ها، بحث بارین ها، همه اینها دست به دست هم داده که ما یه امنیت خوبی داشته باشیم و مردم با رضایت خاطر سوار هواپیما بشن. ایران در این سال‌ها با بیش از 130 مورد هواپیما ربایی و تشنج در آسمان دست و پنجه نرم کرده، 130 مورد عدم موفقیت تروریست‌ها در هواپیما ربایی در طول این سال‌ها، ضمن اینکه بیانگر وجود تهدیدات است، نشان می‌دهد سپاه حفاظت هواپیمایی به خوبی نقش خود را در این حوزه ایفا کرده و برای تامین و حفظ امنیت پرواز با تمام توان هوشمندانه و قاطعانه به مقابله با هر گونه اقدامی برخورد خواسته. ایکائو اومده تقریبا 3 نوبت ما را آدیت کرده، یعنی از 0 تا 100 مباحث آموزشی های ما را، یعنی آموزش های ما را، روش های ما را، تاکتیک های ما را، از ابتدای ورود مسافر تا داخل هواپیما، از ابتدای ورود بار تا داخل هواپیما، از ابتدای ورود کترینگ تا داخل هواپیما و چک عوامل فرودگاهی در فرودگاه، عرض کنم که همه اینا را چک کرده و یک نمره خوبی در بحث امنیت زمینی به ما داده شده و تایید 100% کرده ما را که اقداماتی که سپاه
با همکارانشون انجام میدن، منظور همکاران همون برادران ناجا و حراست، اقدامات بسیار خوب و تایید شده هستش. ولی ما جزو کشورهایی هستیم که علاوه بر این که در امنیت زمینی این اقدامات رو انجام دادیم، واسه کامل کردن این امنیتمون یه حلقه دیگه اضافه کردیم، اونها امنیت پرواز داخل پروازها که اکثر کشورها دارن، همه ندارن ولی اکثر کشورها این رو دارن. کشور جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده دارد که در صورت کوتاهی و بیخیالی ما در هر فرصتی از سوی این دشمنان ناجوان مردانه ضربه بزرگ خواهیم خورد. پس باید هوشیار بود و در هر زمان آماده مقابله.